همراه میشیم با حسین آقایی، پژوهشگر رابط بین الملل و امور استراتژیک. جناب آقایی، برخی کارشناسان بر این باور هستند که آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای اروپایی عضو برجام نمیخوان همزمان با جنگ غزه با فشار بر جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای ایران رو تحریک کنند. نظر شما در مورد چه است؟ خب میبینیم که مقامات قدرت اروپایی و دولت بایدن دائما نگران این هستن که مبادا جمهوری اسلامی وقتی که حالا یه بار درگیر خیزش انقلابی مردم ایران هستش، یک بار درگیر جنگ روسیه با اوکراین هست و الان هم درگیر جنگ بین حماس و اسرائیل، به خاطر اقدامی از سوی همین قدرت‌های بزرگ و آمریکا به نوعی تحریک بشه، تصمیم به تشدید تنش اتمی بگیره و بخواد بره به سمت ساخت بمب. ولی به نظر من این توجیهات خیلی منطقی نیستش، چون خود قدرت‌های بزرگ اروپایی و البته دولت بایدن در به وجود اومدن وضعیت بحرانی فعلی در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بی تقصیر نیستن. قدرت‌های غربی تا زمانی که اقدامات عینی و عملی رو برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم انجام ندادن، میتونن ابراز نگرانی بکنن. واقعیت اما این استش که برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش، نه الان که جنگ حماس و غزه رو، حماس و اسرائیل رو در غزه شاهد هستیم، به نقطه غیر قابل بازگشت و خطرناک رسیده و نگرانی نمیتونه یک استراتژی موثری باشه. استراتژی موثر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی هستش. واقعیت هم این هستش که طبق گزارش خود گزارش محرمانه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان اورانیوم غنی شده با غلظت 60% در ایران حدود 6.7% افزایش پیدا کرده و به حدود 128 کیلوگرم رسید، یعنی 22 برابر حد مجاز تعیین شده در توافق برجام. و طبق گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که دیوید آلبرایت که خودش بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، الان جمهوری اسلامی میتونه ظرف 7 روز مواد لازم برای ساخت بمب اتم رو به دست بیاره، یعنی بره به سمت فاز 90% و وپنایزیشن و تست بمب اتم. و این اقدامات هم، یعنی این روی کرده غرب و دولت بایدن، به نظر من هیچ تأثیری روی اون بریک اوت، یعنی زمان گریز هستی ایجاد جمهوری اسلامی نداره، نمیتونه مانع اون بشه. به نظر من ایراد کار سیاست مماشات قبل در برابر جمهوری اسلامی است، نه این بحران ها در غزه یا جنگ اوکراین و بقیه. خب با توجه به جنگ غزه و اینکه برخی نگاه ها به طرف جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از حماس، فکر میکنید که این عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه تبعاتی میتونه براش داشته باشه؟ ببینید، استراتژی جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمیش یا توسعه برنامه اتمیش استراتژی فریب هست، یعنی هم همکاری میکنه تا یه حدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خیلی محدود، غالبا به صورت لفظی هستش. مثلا سرعت و شتاب غنیسازی اورانیوم رو کاهش داده، برخی ذخایر اورانیوم رو، اورانیوم غنی شده رو کاهش داده، ولی این فقط یک بُعد هست، همکاری خیلی محدوده و بیشتر دارن بازی میدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی قدرت‌های بزرگ رو. در این حال اما به تشدید تنش اتمی روی میارن و ما می‌بینیم که اون بریک اوت یا گریز اتمی جمهوری اسلامی دیگه به حداقل خودش رسیده. فقط کافیه که تصمیم سیاسی بگیره جمهوری اسلامی که بخواد به بمب اتم دست پیدا بکنه. این مسائل مثل جنگ غزه و یا هر آشوب منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای دیگه، یک عامل انحرافی کمک می‌کنه به جمهوری اسلامی برای اینکه مسئله اتمی رو از موضوعیت بندازه نزد قدرت‌های اروپایی و آمریکا و بره به سمت همون پیشبرد استراتژی فریب خودش. بنابراین الان هم ما می‌بینیم در رابطه با خود بازرسان آژانس جمهوری اسلامی، اون مجوز اونها رو برای حدود 8 تن از بازرسان از فرانسه، آلمان و یه بازرس روس رو لغو کرده و همین سیاست مماشات غرب باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تعیین بکنه کدوم بازرسان آژانس از چه ملیتی میتونه در واقع این فعالیت خودش رو در ایران انجام بده. به نوعی قواعد بازی رو دیگه دارن سعی میکنن که دیکته بکنن و تعیین بکنن برای آژانس. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من تا زمانی که این سیاست مماشات ادامه داره، عملا جمهوری اسلامی یک گام بیشتر به ساخت بمب اتم نزدیک میشه. بنابراین تا زمانی که فشار حداکثری روی جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد اون اعمال نشه، خطر دستیابی به جمهوری اسلامی به بمب اتم بیشتر خواهد شد. بسیار متشکرم از شما حسین آقایی، پژوهشگر رابط بین الملل و امور استراتژیک که با ما همراه بودید.